سلام به همگی، رومینا هستم و امروز میخواییم با هم جلسه سوم از سری جلسات 0 تا 100 آلمانی رو شروع کنیم. اگه یادتون باشه ما تو جلسه قبل راجع به سلام و خداحافظی و اینکه چجوری از یه نفر بپرسیم اسم چیه صحبت کردیم که خب اصولی ترین چیزایی هستن که برای شروع یه مکالمه تو زبان آلمانی یا حالا هر زبان دیگه کاربرد داره. و خب قطعا میدونیم که خب بعد از اینکه مثلا حالا سلام کنیم یا اسم شخص رو بپرسیم، چیزی که میاد به ذهنمون که بپرسیم و مؤدبانه هستش واسه شروع یه مکالمه و حالا مثلا ارتباط و آشنایی یا اینجور چیزا، اینی که بپرسیم مثلا حالت چطوره، مثلا از کجا اومدی. و ما تو این جلسه میخوایم این بخش رو براتون آموزش بدیم و حالا یه دوره‌ای کرده باشیم روی اون آموزش‌های قبلی که تو پاورپوینت همون هستش. بریم تو همین جلسه رو شروع کنیم. از اون حالا دوستمون یا اون شخصی که میخوایم باهاش ارتباط برقرار کنیم بپرسیم حالت چطوره. برای پرسیدن اینکه حالت چطوره من اول خیلی دوستانه و حالا غیر رسمیشو میگم و بعد میبینیم که اگه بخوایم با یه نفری که حالا یه ذره‌شو درواسی داریم باید چی بگیم. خیلی راحت وقتی میخوای بپرسی حالت چطوره یا مثلا انگلیسی How are you، شما توی آلمانی به راحتی میگید Wie geht's dir، یعنی حالت چطوره. Wie geht es dir، یعنی حالت چطوره. یا خیلی راحت حالا خیلی تو مکالمات خیلی دوستانه و همچی مثلا روزمره که کسایی که هر روز میبینیم مثلا همکلاسی یا همکارا میتونیم بگیم Wie geht's، یعنی مثلا همون حالت چطوره. Wie geht's. پس از دو اصطلاح Wie geht es dir و Wie geht's واسه پرسیدن اینکه حالت چطوره استفاده میکنیم. خب در جواب حالا من حالتهای مختلفش رو میگم، میتونم من خیلی خوبم، مرسی، من زیاد خوب نیستم یا معمولیم. مثلا میخوام بگم که من خیلی خوبم، مرسی. Es geht mir sehr gut، danke. یعنی من خیلی خوبم، ممنون. Es geht mir sehr gut، danke. یا مثلا میخوای بگی معمولیم، اسکیت. یا میخوای بگی خیلی خوب نیستم، اسکیت میا نیشت سو گود، اسکیت میا نیشت سو گود. و خب معمولش این هستش که وقتی شما یکی ازتون حالتون میپرسه شما هم در جواب مثلا میپرسید مثلا من خوبم، مرسی، تو چطوری. در جواب به راحتی کافیه که مثلا حالا بعد از اینکه میگی من خوبم مثلا بگی و شما چطور، اینجوری که مثلا میگی اس گت می ا گود اون دیا، یعنی من خوبم شما چطور. یا مثلا میخوای بگی و شما حالتون چطوره، اون ویگت استیا، اوند ویگت استیا، یعنی و حال شما چطوره. خب این واسه مکالماتی هستش که حالا شما با دوستتون یا همکارتون یا حالا یکی که حالا یه ذره آشنایی دارید هستش. اگه میخواید واسه یه نفری که حالا باهاش درواسی دارین یا مثلا یه جایی هستین که نمیخواید خیلی اینقدر خودمونی باهاش صحبت کنید و میخواید از لفظ زی یا مثلا شما محترمانه استفاده کنید، به این شکل هستش که باید بگید Wie geht es Ihnen، یعنی حال شما چطوره. Wie geht es Ihnen. و خب اون شخص هم جواب میده که مثلا Es geht mir gut und Ihnen، و شما هم جوابشو میدید. و حالا میتونید مثلا فرض رو برای این میگیریم که خب شما اون شخص از شما حالتون رو پرسیده و میخواید بگید که مثلا شما ازش پرسیدین گفته من خوبم، حالا شما رو پرسیده، شما خواهید بگید منم خوبم، من هم خوبم. و به راحتی میگید Es geht mir auch gut، Es geht mir auch gut، یعنی منم حالم خوبه. و
و خب دانکه یعنی ممنون هم که معمولا باید به کار ببرید دیگه. خب خیلی زشت میشه مثلا من خوبم، مثلا من خوبم مرسی، اس گت می ا گود دانکه، اس گت می ا اوخ گود دانکه، حتی اگه خوب نیستم مثلا اس گت دانکه، یعنی معمولی ام ولی مرسی. خب این واسه احوال پرسی بود. حالا ما میخوایم ببینیم که سوالای دیگه رو چجوری با من با اون کسی که حالا باش در ارتباط هستیم باید بپرسیم. حالا میخوایم ببینیم وقتی تو مکالماتمون میخوایم از ملیت اون شخص و اینکه مثلا از کجا آمده، اهل کجا هستش بپرسیم، باید چجوری اینو توی مکالمه‌مون بگنجونیم و از چه کلماتی و جملاتی استفاده کنیم. برای پرسیدن اینکه از کجا آمدی، یعنی اصطلاحاً اهل کجا هستی، ما از فعل کومن استفاده میکنیم. حالا من تو جمله بهتون میگم و حالا فعلش هم صرف میکنیم تا براتون جا بیفته. وقتی میخوایم بگیم تو از کجا آمدی، یعنی توی مکالمات خیلی خودمونی، حالا با دوستا یا حالا کسایی که باهاشون خیلی راحت و اوکی هستیم، اینجوری میپرسیم که woher kommst du، یعنی از کجا آمدی، woher kommst du. بعد در جواب باید بگید که مثلا من میخوام بگم ich komme aus dem Iran، یعنی من ایرانیم، ich komme aus dem Iran. حالا اگه بخواید همینو از کسی بپرسید که باهاش یه مقدار رو درواسی دارید و محترمانه بپرسید، مثل همه حالتهای قبلی و همه فعلهای قبلی که با هم کار کردیم، woher kommen Sie، یعنی شما از کجا اومدید، اهل کجا هستید، woher kommen Sie، که جوابش همون هستش. خب ich komme aus dem Iran. فقط چیزی که باید یادتون باشه کشورهای مختلف به شکل مختلفی بیان میشن. الان همونطور که دیدید من اینجا گفتم که aus dem Iran، در مورد مثلا آلمان دویشلند میشه aus دویشلند، یا مثلا در مورد آمریکا میشه aus den USA، در مورد ترکیه aus der Türkei. و اینا یه سری آرتیکل داره که حالا تو جلسات بعدی به طور مفصل باهاتون صحبت میکنم. اصلا نگران این نباشید که حالا با یه چیز خیلی فضایی و سختی که بلد نیستین و اینا، من همینطوری فقط این چند تا رو به صورت نمادین براتون آوردم که بدونید در مورد کشورهای مختلف ممکنه بعضیاشون آرتیکل داشته باشه. مثلا اسپانیا یا مثلا آلمان آرتیکل نداره، ایش کومه اوز دویشلند، یا مثلا ایش کومه اوز اشپانیا، یعنی من اسپانیایی هستم. ولی یه سری کشورها که گفتم بهتون حالا تکرار میکنم، اوز دم ایران، اوز دم او اس آ، اوز در ترکای، اینا یه سر آرتیکل داره که حالا خیلی مفصلا یه جلسه کامل میخوایم راجع به آرتیکل ها صحبت کنیم که بعدا بهش میپردازیم. حالا فقط در حد این که شما مکالمتون را بیفته همینو همین قد بدونید الان کافیه. خب شما هم که همتون ایرانی هستین، همون هستم ایران، همینو بدونید کافیه. و قسمت بعدی این هستش که حالا شما پرسیدین ملیتتون کجاییه، یه جایی دارید کار میکنید، میخواید بدونید که آیا مثلا اون کسی که مثلا اونجا هستش نزدیک شما زندگی میکنه، تو همون شهری که شما هستین ساکنه، یا مثلا تو دانشگاه هستید، میخواید ببینید که مثلا همکلاسیتون اگه یه جایی زندگی میکنه که نزدیک شما حتی باش همخونه بشین. و خب پرسیدن که کجا زندگی میکنیم تو مکالمات خیلی مهم هستش که بدونید. برای پرسیدن اینکه کجا زندگی میکنید با از کلمه پرسشی و فعل وونن استفاده میکنیم. و الان من براتون میگم که چجوری هستش. و وونس دو یعنی کجا زندگی میکنیم، و وونس دو. خب مثلا در جواب ایش وونه این برلین، یعنی من برلین زندگی میکنم، ایش وونه این تهران، من تهران زندگی میکنم. و حالت مؤدبانه‌ش هم میشه و وونن زی،
یعنی شما کجا زندگی میکنید و وانندزی. و به همین شکل میتونید حالا بپرسید و در جواب مثلا جوابش رو بدید، مثلا ایشونه، مثلا این نمیدونم مونچن، مثلا هر چیزی، هر جایی که هستید. و به همون شکل هم شما از طرف مقابلتون این سوال رو بپرسید. من میخوام الان این فعلایی که الان باهاش کار کردیم، یعنی اینکه از کجا میایی، کامن به معنی آمدن و وانن به معنی زندگی کردن، رو براتون صرف کنم که حالا بهتر براتون جا بیفته درسای این جلسه. من با زمیرا بس واسهتون میگم که بهتر باشه، یه مروری هم رو زمیرا کرده باشیم. ایش وانن دو وانس ار زی اس want we are wanted we are wanted و زی وانن و کامن ایش کامن دو کامز ار زی اس کامت وی آر کامن یا کامت و زی کامن. و اینم صرف این دوتا فعلی بود که الان باهاش کار کردیم که براتون بهتر جا بیفته. حالا کاملش رو میتونین توی کانال ما ببینین از روی اون PDF ها. همطور که دیدین ما تو این جلسه اومدیم به بخش دیگه ای از مکالمه هایی که به شکل روزمره باشون سرکار داریم پرداختیم و یه مروری روی اینکه بخوایم از کسی بپرسیم اهل کجا هستی یا کجا زندگی میکنی، اینا رو یه مروری داشتیم روش. و میخوایم توی جلسه بعدی راجب سوالای دیگه ای که ممکنه مطرح بشه، مثل اینکه چند سالته یا کارت چیه، بپردازیم. و قبلش حتما یادتون باشه این جلسات رو همینطور که با ما میاد جلو حتما تمرین کنید و اون قسمت هایی که آخر ویدیو ها هستش واسه تمرین بیشترتون هستش حتما دنبال کنید. اون پاورپوینت های همکارم رو حتما ببینید چون اونجا کامل‌تر هست این اطلاعات. و اگه سوالی داشتید حتما از ما بپرسید یا انتقادی داشتید و ما جواب سوال شما رو میدیم. تو جلسه بعد به ادامه این بحث مکالمات روزمره میپردازیم. حالا همینطوری ادامه میدیم تا به قسمت‌های سخت‌تر و مکالمات پیشرفته‌تر برسیم. با ما همراه باشید. کامن Wohnen Woher? Aus dem Iran.